اما روز چهارم قسمت دوم ببینین، قرار بود روز چهارم، خب یه دونه از استرنج، یه دونه از اجیتی، یه دونه از اینتلیجنس. ما چنو گفتیم براتون، میریم سراغ باونتی هانتر و بیست مستر. ببینین رو باونتی هانتر قرار نیست زیاد صحبت کنم، فقط قرار راجبش توضیح بدیم. بچه تو لاین باونتی هانتر بازی میکنین تا میتونین اگرو بکشین که اتکتون نده، گلد ازتون نکشه. نکته اول. نکته دوم، اگر لول 2 3 گرفت سنتری تو لاین حفظ کنی، اگر پتانسیل کشتنشو داشتین داست بگیرین حتما بکشینش. و اگه باونتی هانتر هستین، همیشه خدا سعی کنین اولتی روی کریای انمی رو همشون حفظ کنین، چون این بانس گلدی که میده هم به خودتونه و هم به تیمی هم و هم به هم تیمیاتونه. و اینکه رو پوزیشن 4 باونتی هانتر سعی کنین آیتمای ببندین که به درد تیم فایت بخوره. اگه تیم خوبی نداشتین دزو بخرین، ولد بگیرین، یا سری آیتمای بگیرین که خودتون بزنین و ولد یا آیتمی که هم به درد خودت میخوره دوست عزیز و هم به درد هم تیم میاد. ترک تو از تو این ویزت میتونی طرف ترک کنی بدونی که از این ویز بیای بیرون. و نکته زیادی راجعش نباید بدونی، فقط همینه که آقا اگه لازم به تیم فایت بود تو چن گفتن، برای همین هیرو هم میتونه همون کار رو بکنی، ولی هولی لاکت نیاز نداره. میتونی برای این هیرو گواردیان، پایپ، کرامسون گارد، فورس، لوتوس، گلیمر، آیتمای ساپ میتونی روش بیاری. پس همش بستگی به تیمت داره. تیمت اسکاله، دزو میخری، ولد میگیری، بی کی بی میری، ام کی بی میری، سانجاشا میری، منتا میری، هر آیتمی که فکر کردی به دردت میخوره. اما گفتم تیمت اسکاله، تیمت ضعیفه، یعنی تیمت اوکیه، رنکت بالا، یه سری آیتم میری که به درد تیم فایت بخوره. پس این زیاد توضیح نیاز نبود راجبش بدونی. اما بچه واقعا هیروی بیست مستر هیرویی که اصلا راحت نیست، یه مقدار قلق داره نحوه بازی کردن با میدونین، یعنی سبک خودشو داره، بلده کار باشی با بورت قشنگ عقب جلو کنی، میدونم کی نکرون رو میکنه فرس آیتم بری، کی هلم آف دومینیتور فرس آیتم بری، کی نه نکرو بری نه هلم بری ولد. ولی بچه چیزی راجع به بیست مستر بهتون بگم، با اینکه هنوز نکرو ضعیف شده روی بیست مستر قویه، بخاطر اینکه این لولش طرف رو یه جا میکوبه و وقتی که طرف استان شد بلا فاصله هر چیزی که تو داری بهش اسپید داده میشه و خودشون میرسن به تارگت و زوب میکنن تارگتو. من تو خودم نشه 20 مثلا هیز یونیتس گین 40% مومنت اسپید فور 3 سک وقتی اولتیم. خب و این باعث میشه که سری نکرون میکن بور و هر چیزی که زیر دستت زود برسه به طرف. مثلا منظور من چیه؟ ببینین من میبینم اونور سیف لین مثلا اورسا دارن، سیف لین وید اسپریت دارن، میگم وید اسپریت فیسلس وید دارن، هیروی دارن که سینگله، مثلا هلم آف دومینیتور فرست آیتم خیلی به درد بخوره. یه دونه سنتاور بگیری که وقتی اولتی کردی بعد از 3 ثانیه با سنتاورت بکوب بجین، و خب این خیلی خوبه. اما اگه مثلا هیروی مثل ناگا هست، هیروی مثل پروبلیت هست، شاید نکرون رو میکن بیشتر به کارت بیاد، شاید نه قطعا، که آقا اصلا اونو تارگت نکنی، ساپورتا رو تارگت کنی، اولتی کنی نه با نکرون میکن بری روش. این آقا تمام این آیتم خریدن و نحوه بازی کردن با بیست مستر بستگی به انمیم داره. سینگل تارگته، در میره در نمیره، استان بیشتری نیاز دارم، استان بیشتری نیاز دارم، من رفتم مانیتور سنتاور میگیرم. آقا کنترل گروپ ها رو ما هر دفعه قرار نیست بریم توضیح بدیم، و یه سری چت های توی اینستاگرام آروم آروم یه سری چیزا داره میره توی مخ من که شاید یادید روز 20م 10م 15م استاپ بزنم. و اون چیه؟ اینکه یه سری چیزا اصلا درست نیست، یه جوری مثلا طرف برخورد میکنه که انگار این وظیفه منه که این پکیج رو ثبت کنم، یا اینکه طرف میگه چرا کامل نیست، تو چه قرار بشه کامل باشه، حداقلش 120 ساعت از من تایم میگیره، هر هیرویو نزدیک 1 ساعت حداقل تایم نیاز دارم که بخوام کامل توضیح بدم. این پکیج مال پلیر حرفه‌ای نیست، این 40 روز برای شروع و یادگیری بچهای ضعیفه، بچهایی که هیچی نمیدونن از یه سری رو. نمیخوام طرف بره 6 700 وقت بذاره تا چیزی که من تو 5 دقیقه میگم و بهش برسه. فجی؟ پس آقا اینم از این قضیه. پس بیست مستر بسته به انمیه.
من با هلم آف دومینیتور میتونم ایمپکت بذارم یا با نکرونومیکون، ولی واقعا هنوز به درد این هیرو میخوره این دو تا آیتم. بعد اگه دیدین به هلم آف دومینیتور نمیرسی، نکرونومیکون هم نمیرسی، ولد آیتم قشنگیه، ولد دگر، چون ولد به بار دمیج میده، به یارا دمیج میده، با دگر میتونی فایت رو شروع کنی و یه اینیشیتور خوب باشه، همونجوری که وظیفه پوزیشن 3 بود. درسته؟ کاملا صحیح. بعد عرضم به حضورتون که ببینین نباید بذاریم باراتون تو لاین بمیره به هیچ وجه. حالا نقطه متقابلش، بار 20 مستر رو تو لاین بزن، یعنی اگه بارشو بزنین یوزلس میشه. بیس مستر اول بازی با بورش یه شیر با دندونه، اگه بورشو بزنی یه شیر بی دندون میشه، یعنی بی خطر. پس آقای ساپورت، آقای کری، بیافتیم بوره رو سریع حذف کنی، حتی لازم استان هم براش بزنی، راحت لستیت بکنی و راحت بتونی طرف رو اذیت بکنی. ساجه این پس آقا بسنجین دیگه، ببینین میتونین بزنین بورشو، نمیتونین بزنین، و اگه نتونین بزنین خب به مشکل میخورد، باید بتونین. درجه این دیگه شروع فایت دگر ولد. آها پایپ و کریمسون گارد و امسال اوم هم که تو چند راجبش بحث کرد، و بچه ها نحوله بریفتن خب دو سه آب میکنن و سلم باش. اما اگه هیروی مثل چند تو لاین باشه و تو لاین بخوای بمونی از لاین نری، مجبوری دو تا نزنی، سر هم یک ساب میکنن یه سری جلو چن، یه سری هم که اصلا میپیچن میرن جانگل تو لاین واین نمیسن. پس بستگی به استایل بازیت داره. اولتیت هم همیشه رو کسی بزن که بیشتر ایمپکت رو توی فایت ها میزن، مثلا اوراکل انمی خب هم میتونه خودش سیف کنه هم میتونه یارش رو سیف کنه. سر همی میپری با اولتیت اول اوراکل هست میکنی که بقیه هم بکشین، چون اولتی تو استرانگ اسپل اونلیه. مگه اوراکل تو انمی باشه و تو هر کسی به غیر از اوراکل اولتی کنی با یه اولتی، اوراکل اولتی تو رو دیباف میکنه. پس تمام این نکات رو خواهش میکنم که رعایت کنین و توضیح زیادی لازم نیست که من بهتون بدم. راجه این یعنی میگم تا همین حد کافی باشه، و مهم لینین فیس بود که گفتم بعد بروشو بزنین و بدونی که توی لاین چی کنی. امیدوارم لذت برده باشین، اگه کامل نبود، اگه حس کردی ناقصه، خیلی شاید سطحت متوسط یا سمتت بالا، سطحت بالا باشه، چون همین توضیح به درد یه پلیر تازه کار میخوره، به درد کسی میخوره که هیچ دیدی نسبت به این هیرو نداره و نمیدونه چجوری انمی روش آیتم میبنده. الان بهت گفتم اینجوری آیتم میخرن، اینجوری بازی میکنن و جلوی اون چیکار کنی، حتی باونتی هانتر. ولی راجع به چن زیاد توضیح دادم چون لازم بود، چون تا حالا آموزش چن نذاشته بودم، آموزش کنترل گروپس بود ولی راجب چند تا حالا صحبت نکرده بودم و لازم بود که صحبت کنم. هر چیزی که لازم باشه بگم، مطمئن باشین دریغ نمی کنم، تایم میذارم و بهتون توضیح میدم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم همینجوری پیشرفت کنین هر روز و قله‌ای برسید که میخواستید. بازم میگم خیلی دوستتون دارم، امیدوارم هر جا هستین موفق و معید و پیروز باشید. تا درود دیگر، زارت فعلا.